ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه. خداوند ما رو خوانده تا رهبران باشیم، تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم. خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه. من که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن که روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم، روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم، روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم، روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم. ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. مسیح خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه، آنچه که دارم میگم ببین، آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن. آمین. حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم، روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت. پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه. مس از کجا میاد؟ از حضور خدا میاد. مس از کجا میاد؟ از زندگی مقدس میاد. مس از کجا میاد؟ از ثمرات روح میاد. مس از کجا میاد؟ در روح راه رفتن میاد. مس از کجا میاد؟ در راستی خدا ایستادن میاد. مس خدا دست خداست که روی تو رو تایید میکنه. در نام عیسی مسیح خداوند، شاه جلال، یک شنبه رستاخیز، یک شنبه قیام، یک شنبه پیروزی، یک شنبه جلال خدا، یک شنبه حیاتی تازه، یک شنبه امید، یک شنبه شبت، یک شنبه شالوم. به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. باشه که قوت رستاخیز عیسی را امروز تجربه بکنیم. خدا را شکر برای این فرصتی که داریم در این روز میتونیم در حضور خداوند او را پرستش کنیم، نام او را جلال بدیم. او که بر قدرت‌های تاریکی پیروز شد، او که سر شیطان را کوبید، او که قبر نتونست او را در بر بگیره، او که لعنت‌های ما را برداشت، سند محکومیت ما را پاره کرد، ما را نزد پدر پادشاهان و کاهنان کرد. امروز روزیه که میتونیم او را پرستش کنیم، آسمان را پرستش کنیم، آسمان سوم و جلال عیسی را پرستش کنیم، خدای پدر را در اون جایگاه اقتدارش پرستش کنیم، همچون فرشتگان و دعا کنیم که نمونه آسمان در پرستش‌های ما امروز جاری بشه. امروز روز پیروزیه، امروز روز رستاخیز، امروز یک مراسم نیست، امروز فقط یه عید پاک نیست، امروز روزیه که خدا جلالش رو، هللویا، اون خلقتش رو پس گرفته. یادآور اون روزیه که هللویا تمام قدرت‌های تاریکی، قبر، مرگ، لعنت، بیماری، همه و همه رو، همونطور که در پیغام جمعه شنیدید، همه رو در بر بلعید و همه رو شکست داد، یک تنه روی زمین، هللویا، همه رو پس گرفت. امروز من و تو مال عیسی مسیح هستیم، مال دنیای تاریکی نیستیم، مال این دنیا هم نیستیم، ما متعلق به خدا هستیم، ملک خاص خدا هستیم، پادشاهان و شاهزادگان در خداوند هستیم. پس امروز برای ما روز بسیار خاصیه. روز جمعه یادآور کار خداوند روی صلیب بود، اما امروز روز رسمی بازگشت ما به خلقت خداست، بازگشت اقتدار به زندگی ماست، بازگشت ردای ماست، بازگشت اون انگشتری که خدا برای ما در نظر گرفت بود، اون نعلینی که به ما برمیگردونه، اون اقتدار و جایگاهی که به ما برمیگرده به عنوان پادشاهان و شاهزادگان و کاهنان. هللویا، امروز روز بسیار مهمیه. امروز برای شیطان خیلی دردآوره. روز صلیب خیلی خوشحال بود، فکر میکرد همه چی رو تمام کرد، پسر خدا رو زد، او رو قلقمش کرد، استهزاش کرد، مسخرش کرد، حقیرش کرد، چون که همیشه در دلش یه نفرت بود، همیشه در قلبش نفرت بود. وقتی لوسیفر در آسمان نگاه میکرد که چگونه پسر خدا در دست راست خدای پدر نشسته، خلقت داره او رو پرستش میکنه، تمامی فرشتگان او رو پرستش میکنن، خودش به عنوان رئیس فرشتگان دائم میدید همه کارها رو اون داره انجام میده، اما پسر خدا پرستش میشه، پسر خدا جلال میابه، همه حمالیاش مال این بود، اما پسر خدا حرمت میابه، او سزاوار حمد و تمجیده. و این عقده و نفرت در دلش بود، تو جایگاه اونجا نیست، اونی که باید بشینه من هستم، من باید در دست راست خدا بشینم. اما این باعث شد که طغیان کنه، عصیان کنه و سقوط بکنه و اومد روی زمین، اون چیزی رو که مال انسان بود و دزدید. اما هللویا،
که پسر خدا جایگاهش رو ترک کرد. او که از آسمان بود، هاللویا، با خدا بود، با خدا برابر بودن و غنیمت نشمرد، خدا خالی کرد، فروتن شد، مرد، مرگ صلیب، و خداوند او را برخیزانید و به او نامی داد، موافق تمامی نام ها، موافق تمامی نام ها در آسمان و زمین، زیر زمین و دریا، موافق تمامی نام ها به او نامی داد تا در مقابل نام او هر زانوی خم بشه، هر زبانی اقرار کنه که عیسی خداونده. هللویا. این اون چیزیه که امروز خدا برای ما مهیا کرده. پس امروز فقط یه عید نیست، یه عید پاک نیست، امروز روز رستاخیز پیروزمندانه یه عیسی مسیح خداونده. او که قدرت مرگ و گور رو در هم شکست، قدرت های تاریکی رو رفت قلعه سلا کرد و همه رو در هم شکست و اومد بیرون. این روزیه که خداوند ساخت. امروز میخوام درباره قوت رستاخیز صحبت کنم. امروز نمیخوام درباره قبر خالی و چیزهای مختلف صحبت کنم، چون که در طول تاریخ اینها برای ما مسیحیان جا افتاده. امروز میخوام قوتی که عیسی را از مردگان برخیزانید، امروز من و مال شماست و کلام خدا میخواد که از این قوت رستاخیز، از این قوت حیات عیسی، قوتی که اومد و عیسی را از مردگان بلند کرد، این قوت رو کلیسای خداوند، تو امروز خواهر برادرم در زندگی، در خانوادت باید دریافت کنیم. با عیسی همه چیز رستاخیز پیدا میکنه، تمام ایمانداران با عیسی رستاخیز پیدا میکنن. پس خدا میخواد زندگی های ما در اون رستاخیز تازه داشته باشه. اگر احساس کردی در زندگی تو چیزی مرده، محبت مرده، ایمان مرده، رابطه ها مرده، اعتماد مرده، احترام مرده، به نام عیسی مسیح امروز اون روح حیات، هاللویا، روح حیاتی که عیسی را از مردگان برخیزانید، امروز بیاد زندگی تو رو برخیزانه، ایمان تو رو برخیزانه، خدمت تو رو برخیزانه، رابطه تو رو برخیزانه، به نام عیسی مسیح، هاللویا. امروز برای ما روز بسیار خاصیه، چون جشن ما فقط یک مراسم نیست. ما امروز دنبال تخم مرغ نمیگردیم، ما امروز دنبال مراسم مذهبی نمیگردیم، دنبال خرگوش و تخم مرغ و آویزون شدن نمیگردیم، دنبال قدرت عیسی مسیح خداوند میگردیم. همان روحی که عیسی رو بلند کرد، امروز من و تو رو در ایمان میتونه بلند کنه. هللویا. ما دنبال واقعیتایی میگردیم که کلام خدا و انجیل عیسی مسیح درباره صحبت میکنه. امروز درباره این میخوایم صحبت کنیم که چگونه رستاخیز عیسی تو زندگی من چگونه میتونه عمل کنه. فقط یه ایمانه که هللویا عیسی زنده است، که من ایمان دارم که زنده است، یا نه این اتفاق در زندگی من و تو یه کار عظیمی قراره انجام بده. پس به نام عیسی مسیح امروز میخوایم درباره این قوت رستاخیز عیسی، هللویا، صحبت کنیم. امروز برای ما فقط یک شنبه پاک نیست، یک شنبه شالوم، یک شنبه سبت، یک شنبه‌ای که خداوند مهیا کرد، هللویا. تمام تاریخ یک شنبه ما را یاد رستاخیز، راجع به قوت رستاخیز، راجع به پیروزی رستاخیز، پیروزی بر مرگ، پیروزی بر درد، پیروزی بر بدبختی، مصیبت، جفا، پیروزی بر تمام اینهاست. پس به نام مسیح امروز رو میخوایم با هم باشیم عزیزان، که آنچه را که خداوند برای من و تو در نظر داره در مسیح عیسی تجربه کنیم. هللویا. آمین. میخوام چند آیه رو برای شما بخونم و بر اساس این آیات با هم بریم و ببینیم کلام خدا چی میگه و بعد از اون پرستش کنیم. پرستشی که شایسته خداوند، شایسته عیسی پیروز، عیسی مقتدر، عیسی رستاخیز شده، راجب قوت روح خدا که چگونه میاد و عمل میکنه. و همین روح امروز در زندگی ما، نه در آسمان. بعضی موقع فهم میکنیم که ما رو با عیسی برخیزانی راجب زندگی بعد از مرگ صحبت میکنه. نه 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 نه، امروز، امروز خدا این قدرت رستاخیز رو میخواد تجربه کنیم. آمین. میخوام بریم به افسسیان چند تا آیه رو با هم بخونیم. امروز میخوام یه چند تا آیه رو با هم مطالعه کنیم، چون که میخوام بر اساس این آیات نتیجه ای رو که خداوند برای این قوت رستاخیز هست و برای شما باز کنم، که متوجه بشیم که چه چیز خدا میخواد با ما در میون بذاره. افسسیان باب 1 آیه 19 میخوام درباره این صحبت کنم. و چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت خدا، هللویا، راجب اون دیناموس خدا، اون دینامیت خدا داره صحبت میکنه، همون چیزی که در واقع قوت روح خداست. کلام خدا میگه چه روح القدس بر تو آید قوت خواهی یافت. راجب این قوت صحبت میکنه. چقدر عظیمه، بی نهایت، هم عظمت هم بی نهایت. خود بی نهایت خیلی، اما عظمت هم قوی ترش داره میکنه. چقدر عظیمه بی نهایت قوت او
به ما مؤمنی، به ما ایمانداران، هللویا، راجب قوتی صحبت میکنه که قرار مال من و شما در مسیح عیسی باشه. آمین. راجب ایمانداران صحبت میکنه. چقدر عظیمه این قوت برای من و تو ایماندار، بر حسب عمل توانای قوت او، که قوت داره عمل کنه، قوت داره کار کنه. این قوت توانی انجام کاره. نیرو چیه؟ توانی انجام کاره. قوت روح خدا قرار یه کاری انجام بده، قراری که فقط یه اسم باشه، فقط یه شو باشه، یه نمایش باشه. قوتی که نتونه چیزی رو عوض کنه قوت نیست. ما قدیما هم یه باتری میگرفتیم بهش میگفتیم قوه. قدیما میگفتیم قوه بگی، قوه کوچیک بگی، قوه بزرگ برو بگی. قدیمترا میدونن در واقع راجع به قوه. بعد روشن میکرد، میبینید یه ساعت کار میکرد، یه لامپ کوچولو بعد خاموش میشه، میگه این که قوه نداره. اگر قوه ای نتونه کاری انجام بده دیگه قوه نیست. ما راجع به قوتی داریم صحبت میکنه که قدرت عمل کردن داره، میتونه عمل کنه، توانایی انجام داره در عمل، در فعل، نه فقط در حرف، نه فقط در ایمان، عملاً. و بعد یه چیزی تو ببینی اگه قوت خدا میاد چه اتفاق میفته. چون روح القدس بر تو آید قوت خواهی یافت. هللویا. میری برای مریض قوت روح خدا میخواد، برای شخص دیو زده قوت خدا باید بیاد، وقتی میری بشارت میدی قوت خدا باید در کلام و دهان تو و حضور تو و سایه تو باید جاری بشه. میگه قوت خدا از دستمال هایی که داده میشد، قوت خدا از سایه پتروس، قوت خدا، قوت خدا، قوت خدا. آمین. ما راجع به این قوت میخوایم صحبت کنیم، قوتی که عیسی رو بلند کرد. اول برای ما ایمانداران داره صحبت میکنه، بی نهایت عظیم که در مسیح هم عمل کرد. هللویا. در مسیح عمل کرد. اول پس با ایماندار صحبت میکنه. معمولا آیاتی که شروع میکنه اول در عیسی صحبت میکنه، بعد میاد سراغ ایمانداران. اول در خداست شروع میکنه، بعد میاد سراغ ما ایمانداران. اینجا در واقع در ایمانداران صحبت میکنه که ایماندار، این قوتی رو میخوام به تو بدم. که جنس این قوت میدونی چیه؟ چیه؟ همون قوتیه که یک شنبه رستاخیز رو تجربه کرد عیسی، به واسطه این روح القدس، به واسطه این قوت اون رو تجربه کرد که در مسیح عمل کرد، چون او رو از مردگان برخیزانید. هاللویا. روح خدا عیسی از مردگان برخیزانید، فقط بر ابدیت نیست. چون ما مؤمنین امروز توی زندگی های ما میتونه برخیزانه آنچه را که مرده به نام مسیح. آمین. و به دست راست خود در جایگاه آسمانی نشانید. هللویا. درباره این داره صحبت میکنه که عیسایی که مرد، عیسایی که با اینکه خدا بود با خدا برابر بودن اون قدیمت مشمارد، در فیلیپیان صحبت میکنه، خودش رو خالی کرد و مرد. میگه الان این قوت خدا، میخوام راجع به این صحبت کنم، این قوت اومد، قوت رستاخیزه، اسمش قوت رستاخیزه، قوتی که عیسی رو بلند کرد، امروز تو زندگی من رو تو میخواد کار کنه. امروز راجع به این قوت روح میخوام صحبت کنیم، روح خدا که چگونه عیسی رو از مردگان رستاخیز داد. اما چیکارش کرد؟ او را برد در جایگاه آسمانی در دست راست خدای پدر نشانید. آمین. حالا خوب گوش کنید، پس این راجع به یه قوتی صحبت میکنه که قرار من و تو امروز، خواهر برادرم خوب گوش کن، برای خانوادت، برای بچه‌هات داری دعا میکنی. یه جاهایی ما دعا میکنیم اما مثل اون باتریه که خالیه، چون که قوت نداره، چون که قوت رستاخیز میتونه احیا بکنه هر چیزی رو که حیات نداره. آمین. پس میخوام امروز داری به یه بودی از ایمان با شما صحبت کنم که قوتی و بلند میکنه و حیات میده. و بعض موقع یه مکاشفه کلام خدا برای ما باز میشه و میگی واو، این همون چیزی که من احتیاج دارم برای ادامه زندگی. و خدا دائم و دائم میخواد چیزهای جدیدی و مکاشفاتی از کلامش به ما بده که به ما قوتی تازه بتونه عطا کنه. اما کاری که داره میکنه چیکار داره میکنه؟ میگه عیسی رو برد در جایگاه آسمانی. هللویا. پدر آسمانی در جایگاه آسمانی. قبر کجاست؟ زمین و زیر زمین، حتی پستر از زمین، حتی از خاک زمین هم نه، از زیر زمین. او رو از زیر زمین آورد بالا و از روی زمین بردش بالا. میگه او که از بالا اومد پایین، از پایین رفت بالا. الان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد بریم در افسسیان باب 2 نگاه کنیم، آیه 6 میگه و ما با او برخیزانیده شدیم در جایگاه آسمانی در مسیح عیسی. هللویا. آمین. پس عیسی رفت در دست راست خدای پدر. شما تصور کن این تخت سلطنت خدای پدره و اونم دست راستش عیسی است. حالا اگه چپ و راست نگاه کنید قاطی نکنید، متوجه میشید منظورم چیه. دست راست خدای پدر عیسی نشسته. دست راست سمبل اقتدار، تایید، پذیرش و سلطنته. نشستن زمانیه که یک پادشاه
بر تمام هیئت در تمام با تمام هیبتش بر سلطنتش داره جلوس کرده. وقتی پادشاه میشینه یعنی تصمیم داره میگیره، همه چیز در اقتدارشه، همه چیز زیر کنترلشه، همه چیز در واقع در اراده او انجام داره میشه. پس نشستن پادشاه با ایستادن پادشاه فرق میکنه. وقتی کتاب مکاشفه رو میخونیم سمبول ها و میگه دیدم او رو که بر تخت نشسته بود، نمیگه ایستاده بود. پادشاه ایستاده یه طوره، نشسته یه طوره دیگه است. پس اینجا در واقع عیسی رو میبینیم که در دست راست خدای پدر که نشسته، یعنی همه چیز الان زیر اقتدار اونه. چطوری زیر اقتدار اونه؟ چه اتفاقی افتاد که الان پدر در تخت سلطنتش نشسته؟ انگار تا روز قبل از اون پدر داشت کار میکرد، همراه روح قدوسش و همراه پسرش داشت در دنیای زمین داشت کار میکرد، دنبال این بود که ارثی که به بچهش داده بود به آدم رو پس بگیره، دوباره انسان گمشده رو پس بگیره، دوباره این قدرت در واقع دزدیده شده رو پس بگیره. همه در کارن ولی الان نشسته. هللویا، نشسته چون که همه چیز در اقتدار اون قرار گرفته. چطوری در اقتدارش قرار گرفت؟ چطوری همه چیز یه دفعه تو این سه روز انجام شد؟ میخوام راجع به این سه روز با شما صحبت کنم که چه اتفاقی افتاد در این سه روز. روز اولش با شما صحبت کردم، راجع به روز دوم و سوم میخوام صحبت کنم که چه اتفاقی افتاد. عملا یعنی شنبه و امروز مثل یک شنبه میخوام درباره این با شما صحبت کنم که چه اتفاقی افتاد. اما اتفاقی که داره میفته میگه ما را نیز، همون قوتی که عیسی را بلند کرد، امروز در من و تو ما را در جایگاه آسمانی نشانده. کجا داره اینجا صحبت میکنه؟ در جایگاه آسمانی، در مسیح عیسی نشانید. آمین. شما تصور کن پدر نشسته، عیسی دست راستش، و تو خواهر و برادرم خوب گوش کن، میگه تو را بلند کرده الان، نمیگه خواهد نشانید، میگه نشانیده. نشانیده یعنی فعلیه که قبلا انجام شده. از زمانی که ایمان آوردی تو در این جایگاه قرار گرفتی. این فعل فعلیه که انجام شده. پس الان تو در دست راست عیسی نشستی. یعنی چی؟ پدر، عیسی در دست راستش و تو در دست راست پسر خدا نشستی. هللویا. از کجا؟ جایگاه های آسمانی. پس اگه قرار جایگاهی به نام جایگاه آسمانی وجود داشته باشه، اتفاقی که باید بیفته اینه که از این به بعد همه چیز که پدر در اونجا نشسته، پسر در کنارش و تو هم در کنارش اینجا نشستی، الان از بالا همه چی رو باید نگاه کنی. همه چیز در زیر اقتدار تو قرار خواهد گرفت. هللویا. و این پیغام اصل انجیله که همه چیز باید زیر اقتدار تو باشه. از بالا به همه چی نگاه کنی. به همین دلیل کلام خدا میگه به آسمان و چیزهای آسمان فکر کن، به اون چیزی که بالاست فکر کن، به چیز زمین نگاه نکن. زمین تو رو میکشه و میکشه پایین، میبره تو قبر، تو رو بدبختی و تو هاویه میکشه. اما از بالا نگاه کنی، همه چیز زیر پای تو، زیر اقتدار توه. دیدی بعضی مواقع میگه یارو از بالا داره به پایین نگاه میکنه؟ چرا؟ توی احساس میکنه همه چیز مال اونه، همه چیز زیر اقتدار اونه. بله، ما در مسیح از بالا نگاه میکنیم، نه به جهت حقارت دیگران، بلکه به جهت حقارت شیطان. هللویا. که زیر پاهای ماست و اقتدار داریم که بر مارها و عقرب‌ها پا بذاریم. پا یعنی چی؟ یعنی تو بالای اون، پایینه. ولی متاسفانه ممکنه امروزه تو ایمانداران نگاه میکنیم که برعکس، ایمانداران پایینه، شیطان بالاه و انگار زیر پای شیطان داره لگد میخوره. به نام عیسی مسیح بلند شو و از بالا او رو زیر پای خودت له کن. آمین. به زندگی اجازه نده که کسی وارد بشه، اجازه نده کسی بخواد زندگی تو رو در بر بگیره، اجازه نده که بخواد زندگی تو رو بشکنه، اجازه نده تو رو زندگی تو رو بزنه به افسردگی بکشه. به نام عیسی مسیح امروز قوت رستاخیز عیسی رو تجربه کن. آمین. هللویا. این قوت عیسی رو برخیزانید، برد بالا و ما رو برمیخیزانه، میبره نزد عیسی در سمتی که او نشسته. رومیان باب 8 آیه 11 میگه همان روحی که عیسی را از مردگان برخیزانید اکنون در شما ساکنه. هللویا. پس این روح که در من و تو ساکنه، عیسی را بلند کرد، برد بالا و ما را با ایمان در جایگاه آسمانی. فرق ایماندار با ایماندار فقط اینه، یکی خودشو از بالا صاحب اقتدار به عنوان پادشاه و فرمانده و نشسته در دست راست عیسی میبینه پایین. و این یعنی چی؟ افتضاح برای شیطان. میدونی یعنی چی؟ یعنی حسرت این که من میخوام برم در دست راست پدر اونجا در آسمان بشینم. وقتی نگاه میکنیم در اشیا درباره همین داره صحبت میکنه،
ای ظهر ستاره صبح، چگونه از آسمان افتادی؟ تو که قوم‌ها رو ذلیل کردی، تو که میخواستی بری بالای فرشتگان خدا همسو با خدا بشینی؟ پس این عقده نشستن سر جای عیسی رو دل لوسیفر موند و سقوط کرد و به همین دلیل در واقع حالا خدا داره چیکار میکنه؟ میگه روح خدا عیسی رو برخیزانید، هاللویا، و ما رو برد نشون. حالا شیطان نگاه میکنه، واو، من اون جایی که میخواستم از دست دادم، هیچی، الان انسان رو ورداشته برده اونجا نشونده. حداقل تا مرگ عیسی کسی اونجا اجازه نداشت در دست راست عیسی بشینه، اما بعد از مرگ و قیام او نشست در جایگاه او. پس ما یه جایگاه جدیدی داریم که قبل از عیسی حتی برای انبیا وجود نداشت. هیچ نبی، هیچ پیامبری، هیچ کس در قوم اسرائیل در جایگاه دست راست عیسی ننشسته بود، اما بعد از رستاخیز من و تو در جایگاه آسمانی در دست راست عیسی نشستیم، همون پوزیشن، همون جایگاه. هاللویا. این پیغام خداست که میخوام دربارهش صحبت کنم و بازش کنم که چه اتفاقی افتاد تو این روز دوم. چه اتفاقی افتاد؟ روز اول متوجه شدیم که بها داد، قربانی داد، همه را انجام داد. اون مار در واقع برنجین همه را بلعید، لعنت را بلعید، مرگ را بلعید، بیماری را بلعید، بدبختی را بلعید، ناامیدی را بلعید، همه چی را بلعید در خودش روی صلیب، و هر کس به اون نگاه بکنه نجات بیابه. اما روز دوم چه اتفاقی افتاد؟ میخوام یه مقدار درباره روز دوم با هم صحبت کنیم که شاید کمتر راجبش صحبت شده یا دربارهش اختلاف نظر زیاده یا بحث زیاده، اما میخوام قبل چند تا آیه رو با هم بررسی کنیم و ببینیم کلام خدا در این باره چه چیز به ما میگه. بریم به اشعیا باب 26 آیه 19 و در عهد عتیق یکم مرور بکنیم و ببینیم که چه پیشگویی درباره این مرگ و رستاخیز وجود داره. به طور خاص رستاخیز. مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما که در خاک ساکن هایید، بیدار شده ترنم و شادی نمایید، زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند. و بعد تو حزقیال باب 37 آیه 14 میبینیم که ای قبرها را باز میکنم و مردگان را بر میخیزانم. درباره باز شدن قبرها و بلند شدن مردگان داره صحبت میکنه. این همون چیزی که در انجیل متی باب 27 آیه 50 درباره صحبت میکنه. میگه زمانی که عیسی روی صلیب جان داد، پرده هیکل از بالا به پایین دوچاک شد، زمین لرزه ای و قبرها باز شد. و تنها در این انجیل درباره صحبت میشه و کمتر کسی دربارهش صحبت میکنه، چون که زیاد راجبش صحبتی نیست و فقط یک گزارش در عهد جدید داریم. اما در عهد عتیق پیغامهایی در این باره صحبت میشه. وقتی حزقیال رو باز کنید، الان که اینجا هستیم، حزقیال 37 آیه 14 یا دوازه به بعد میگه لحظه نبوت کرده به ایشان بگو خداوند یهوه چنین میگوید، اینک من قبرهای شما را میگشایم و شما را ای قوم من از قبرها بیرون در آن خواهم آورد و به زمین اسرائیل خواهم آورد، و ای قوم من چون قبرهای شما را بگشایم و شما را از قبرها بیرون بیارم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم و روح خود را بر شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما را به زمین خودتان مقیم خواهم ساخت. پس خواهید دانست که من یهوه تکلم نموده و به عمل خواهم آورد. قول خداوند این است. اینجا درباره در واقع یک رستاخیز روحانی قوم اسرائیل داره صحبت میکنه که دوباره اینها رو از اون حالت مردگی روحانی، از اون حالت بد زندگیشون
همونطور که صحبت میکنه تو باب 37 که استخوان‌های خشکیده که حزقیال میبینه که همه دور و برن، بعد میگه نبوت کن، جمع میشن، حیات میگن و پرستش میکنن. این راجب این داره صحبت میکنه که قرار قوم اسرائیل دوباره حیاتی تازه پیدا کنه، دوباره جمع بشه و دوباره به عنوان قوم خدا در سرزمین خودش ساکن بشه. اما یه پیغام انتها داره راجب رستاخیز مردگان در انتهای جهان داره صحبت میکنه که روزی تمام جهان پیغام رستاخیزه. پیغام درباره اینه که مردگان یک روز برخواهند خیز، یک روز جلوی خدا خواهند ایستاد. در مکاشفه باب 20 داره صحبت میکنه و دیدم تخت سفید بزرگی که بر آن تخت نشسته و زمین و میگه دریا و خشکی همه مردگانشون رو پس دادن، پیر و کلان، ثروتمند و فقیر، همه و همه در حضور او ایستادن. پس راجع به یه رستاخیز نهایی، یه قیامت نهایی، یه ایستادن در حضور خدا و داوری نهایی. پس در واقع یکی درباره قوم اسرائیل صحبت میکنه که اینجا قبلا اتفاق افتاده، یکی انتهای جهان قرار اتفاق بیفته، اما یه اتفاق دیگه هم داره میفته که یه پیغام نبوتی درباره عیسی و مرگ عیسی و زمانی که رستاخیز میکنه. و میخوام یه مقدار درباره این رستاخیز صحبت کنم و نتیجه از اون بگیریم. ببینیم متی درباره این چی میگه. باب 27 آیه 50 میگه عیسی باز به آواز بلند سهه زده و روح خود را تسلیم نمود که ناگاه پرده ایکر از سر تا پا پاره شد و زمین متزلزل و سنگ ها شکافته گردید و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودند برخواستند و بعد از برخواستن ایشان از قبرها در آمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند. این درباره چی داره صحبت میکنه و چرا این اتفاق باید بیفته؟ با مرگ عیسی چه اتفاقی داره میفته؟ در روز جمعه چه اتفاقی داره میفته که این قبرها باید گشوده بشه؟ در فرهنگ یهود باور داشتن که به نوعی خدا خداییه که خدای عادله و یک روز جهان را داوری میکنه. میدونستن که انتهای جهان داوری خواهد بود، روزی رستاخیز خواهد بود، حق به حقدار میرسه، مظلوم ازش دفاع میشه، جور از ظالم خواهند گرفت. اینا خیلی خوب میدونستن، اما زندگیشون هم زندگی پر از دردی بود، پر از سختی بود. اما در میان اینها در واقع صدوقیانی بودن که مسخره میکردن و در واقع به نوعی نمیخواستن باور کنن که رستاخیزی وجود داره، انتهای جهانی وجود داره، داوری وجود داره. به همین دلیل دائم بین فریسیان و صدوقیان بحث و مبادله بود. اگر نگاه کنید توی انجیل میبینیم که روزی صدوقیان میان نزد عیسی و به جهت مسخره از اون سوال میکنن. زنی بود که شوهری داشت و شوهر اون مرد و بعدن برادرش اومد او را گرفت، برادر هم مرد و بعد برادر سوم اومد گرفت و بعد اونم مرد. حالا میشه به ما بگی که در آسمان این زن کدام از این سه نفر سه تا برادره؟ اینا داشتن مسخره میکردن، چون که اصلا ابدیتی وجود نداشت و داشتن مسخره میکردن. امروز خیلی هست تو دنیای مدیا، بی خدایی خیلی زیاد شده و میان دائم سوال میکنن و بعضی موقع سوالاشون سوالای بسیار مسخره ای. شما اعتقاد دارید به خدا؟ بله. خدای شما قوی قادر مطلقه؟ بله. خدا میتونه یه سنگی درست کنه که خودش نتونه برداره؟ این سوالا سوالای پارادوکسه، سوالای غلطه. به سوال غلط هر جوابی بدی غلط میشه. و به همین دلیل صدوقیان هم در واقع به نوعی به عنوان افرادی که باوری نداشتن که به روز رستاخیز، دارن همچین مسخره‌ای میکنن و عیسی داره جوابشون رو بهشون میده. هیچ کدوم از اینها نیست. در آسمان همه مثل فرشته‌ها زندگی خواهند کرد. اما اتفاقی که داره اینجا میفته اینه. خدا رستاخیز انتهای جهان رو آورد به وسط جهان و اجازه داد که پیش قراول در واقع این کار عظیم، این رستاخیز در وسط تاریخ اتفاق بیفته و مرگ عیسی اجازه داد که در واقع انگار مسیح داره به دنیای مردگان وارد میشه. میخوام یه مقدار راجع به دنیای مردگان در روز دوم صحبت کنم
که چه اتفاقی داره میفته و خدا داره به نوعی نوبر داره صحبت میکنه. این نوبره، نوبر از چی؟ نوبر از رستاخیزه، نوبر از زنده شدنه، نوبر از زنده شدن کیا؟ مثل ابراهیم، مثل موسی، مثل دانیال، مثل در واقع کسایی که مردان و زنان بودن، مثل یوشع، مثل الیشع، اینهایی که در واقع بودن، انگار اینها بلنش افراد سرشناس و چهره شناس بودن. اینها کسایی بودن که در واقع شناخته شده بودن، رفتن در واقع در درون شهر خداوند در اورشلیم و خودشون رو ظاهر کردن. و خدا با این کار اجازه داد که تاریخ به وسط بیاد، انتهای تاریخ به وسط تاریخ بیاد، که ثابت کنه که به راستی عیسی مسیح که درباره این که او مرد، او زنده خواهد شد. و رستاخیز عیسی مهر باطل بود بر دادگاه یهود. و اگر میگفتن او پسر خداست، اگر میگفتن او خداست، اگر میگفتن او نان حیاته، اگر میگفتن او آب حیاته، اگر میگفتن تنها راه راستی، اگر میگفتن او شبان نیکوه، اگر میگفتن اون اینه و اینه، به راستی هست. و خدا در واقع با رستاخیز عیسی مهر باطل زد به محکمه یهود، به محکمه روم، و ثابت کرد که به راستی خدا با اوست. چون که شاگردانم مطمئن نبودم واقعا خدا با اونه، چون که طبق عهد عتیق باورشون این بود که کسی که آویخته میشه در واقع زیر لعنته، اما نمیتونستم بفهمم که داره چه اتفاقی داره میفته. مسیح در واقع لعن شد برای ما، به همین دلیل در واقع اونها نمیتونستن حتی عیسی رو به عنوان یک شهید راه حق معرفی کنن. همه مونده بودن چگونه ممکنه، اصلا خود شریعت بر ضد اینه، ما چگونه اون رو در واقع به عنوان یک رهبر روحانی، به عنوان یک پادشاه بخوایم معرفی کنیم، به عنوان یک یهودی که در واقع اومده ما رو آزاد کنه نگاه کنیم، وقتی خودش اونجا آویزونه. و دوچار شک و تردید بودن، ترس و در واقع ناراحتی برای این داشتن که چه اتفاقی داره میفته. اما خدا در روز سوم با رستاخیز عیسی ثابت کرد که به راستی، هللویا، آنچه که پسر من گفت من از آسمان تایید میکنم و بلی و آمینه. آمین، هللویا. پس میخوام با این مقدمه بریم جلو و ببینیم چه اتفاقی داره در اینجا میفته. هوشع باب 13 آیه 14 میگه ای موت ضربات تو کجاست و ای هاویه هلاکت تو کجاست. اینجا درباره زمانی داره صحبت میکنه که نبوتی درباره عیسی که به مردگان میره. و وقتی عیسی به دنیای مردگان داره میره چه اتفاقی داره میفته؟ عیسی زمانی که داره به دنیای مردگان میره، اتفاقی که میفته که با او روح قدوس خدا نیست. چون که در روی صلیب میبینیم که عیسی روحش رو داره به پدر میسپاره، اما اونورم میبینیم که در واقع پدر چرا ما رو ترک کردی، و روحش در واقع داره از جانش در میره و روحش رو به خدا میسپاره. و عیسی در رفته به هاویه، رفته به دنیای مردگان، رفته به جایی که رو به رو با شیطان ایستاده. خوب گوش کنید، رو به رو با شیطان ایستاده. و در واقع اونجا برای اولین بار ما داریم میبینیم که این شخص یعنی عیسی، تنها بی گناهی که تا الان تاریخ دنیای مردگان، تاریخ دنیای مردگان به خودش تجربه کرده، اولین باره که پای یه بی گناه به دنیای مردگان رسیده. اما چه چیز باعث شد که عیسی پیروزی خودش اونجا اعلام کنه؟ چه چیز باعث شد که عیسی اونجا پیروز باشه؟ اتفاقی که در واقع داره میفته اینه که شیطان نگاه میکنه در او هیچ گناهی نیست، در هیچ بدی نیست، در هیچ خطایی نیست. من چطوری نمیتونم اینجا نگرش دارم؟ تا تمام تاریخ از آدم تا اون روز، تمام کسایی که اومدن توی هاویه یا اومدن در دنیای مردگان به نوعی همه خطایی کرده بودن، کوچک و بزرگ، کم و زیاد، همه کاری کرده بودن، اما این مرد به راستی هیچ کاری انجام نداده. و چه چیز باعث شد که عیسی پیروز بشه؟ عدالت عیسی. اونجا روح القدس باهاش نرفت. ما نه اینجا نمی‌بینیم کتاب مقدس بگه روح القدس با عیسی بود، رفت در دنیای مردگان با قوت روح در دنیای مردگان بود. نه. نه پدر، نه در واقع روح القدس. عیسی تنها در دنیای مردگان، فیس تو فیس، داره با شیطان صحبت، در واقع روبرو داره میشه. در او هیچ گناهی نیست، پیدا نمی‌کنه. اما عدالت عیسی، پاکی عیسی، قدوسیت عیسی باعث شد که شیطان اونجا مهما شده، اینو من چطوری اینجا نگرش دارم؟ چطوری من میتونم اینجا نگرش دارم؟ اصلا این جایی نمیتونم اینجا نگرش دارم. هللویا. چون که برای اولین بار یه بیگناه پاشو گذاشته به دنیای مردگان، تونست تمام قدرت دنیای مردگان را ببنده.
هللویا، تونست کلید اونجا پس بگیره، تونست در واقع اونجا تمام آنانی که به او ایمان دارن رو رستاخیز بده. همون چیزی که اول پتروس دربارهش داره صحبت میکنه و دوم اول پتروس باب 3 و 4 داره راجع بهش صحبت میکنه. اینجاست که در واقع عیسی که کلمه خدا، کلمه حیات بود، وقتی که جسد شد چه اتفاقی داره میفته؟ این کلمه حیات جسد داره میپوشه و الان این کلمه خدا که قدرت خداست و جلال خداست، در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، حالا این کلمه اومده روی زمین و این کلمه حیات داره. کلمه خدا میگه حیات داره، من راه راستی و حیاتم. این کلمه جسد پوشیده، حیات خداست و هیچ گناهی هم نکرده. الان این حیات مرد و چون که حیات مرد و به خاطر چون که بیگناه بود رفت به دنیای مردگان، مرگ با عیسی مرد. هللویا، مرگ هم با خودش کشت و قدرت مرگ هم در بر شکست. پس به همین دلیل در واقع ما داریم نگاه میکنیم که اونجا شیطان نمیتونه اون رو نگه داره و اتفاقی که داره میفته اینه که تمام قدرت رو اونجا پس میگیره شیطان. تمام آنچه را که در واقع از آدم اول روی زمین در باغ عدن، تمام قدرت، تمام اقتدار، تمام سلطه‌ای که خدا بهش داده بود، همه رو دو دستی داد دست شیطان و تمام دنیا به گناه کشیده شد. اما آدم دوم، شیطان با دو تا آدم روبرو بود. آدم اول که همه چی رو تسلیم کرد، جلوش گذاشت. آدم دوم که الان اومده اون بیگناهه. در او هیچ خطایی نیست، در او هیچ اشتباهی نیست، در او هیچ چیزی ناپاک نیست. و اینجاست که در واقع این عیسی که کلمه خدا، جلال خدا رفته در حاویه، رفته در واقع در دنیای مردگان، اتفاقی که میفته اینه که همه رو میکشه بیرون. هللویا. و اینجاست که در واقع در روز دوم کاری که عیسی انجام داد اینه که تمام قدرت شیطان رو، تمامی نقشه‌های شیطان رو، تمام در جهنم رو و تمام برنامه‌های شیطان رو شکست داد. تمام سند محکومیت ما نه فقط روی صلیب، در حاویه در واقع نقشه‌هاش باطل شد. هللویا. و اون این چیزیه که در روز دوم داره اتفاق میافته. قدرت خدا و جلال خدا، چگونه این جلال میتونه در واقع فساد بپذیره؟ چون اصلا جنس فساد پذیر نداره. و چه کسی میتونه بیا قدرت و جلال خدا رو نابود کنه؟ هیچ کس. پس این کلمه یعنی عیسی میاد رستاخیز میکنه و با رستاخیز خودش از مردگان وقتی بلند میشه، اتفاقی که میفته اینه، این حیاتی که بی گناه مرد و در قبر در واقع رفت، در دنیای مردگان رفت، وقتی قیام کرد همه چیز رو با خودش قیام داد به جز مرگ. مرگ و شیطان و دنیای تاریکی همونجا ماندن، اما تمام کسایی که بهش ایمان دارن با او رستاخیز میکنن. آمین. این اون چیزی که در روز دوم اتفاق افتاد. پس روز دوم برای عیسی چه اتفاقی داره میفته؟ روزیه که پیروزی خودشو، اون چیزی که در پتروس داره صحبت میکنه، اول پتروس میگه رب پیروزیشو، بعضی میگن رب بشارت داد. بشارت به چی داد؟ به کی داد؟ رب به جهنمیا گفت بیاد برید بهش. خب معلومه دیگه، همه میرن بهش، همه دوست دارن، پس عملا خالی شد اونجا. اما همچی چیزی نیست که در واقع بخوایم نگاه کنیم. داره پیروزیشو اعلام میکنه، داره پیغامشو اعلام میکنه، داره قدرتشو اعلام میکنه که قبر نیشه تو کجاست، گور قدرت تو کجاست، همه رو در هم شکست. هللویا. حالا اتفاقی که داره میفته چیه؟ وقتی ما میبینیم روز سوم عیسی صبح زود رستاخیز میکنه، روح قدوس خداوند او رو در آغوش میگیره. هللویا. دوباره عیسی در عدالت و قدوسیت و پاکی و در کاملیت تمام قدرت شیطان رو شکست. الان رستاخیز عیسی شیطان رو یاد چی میاره؟ 2000 سال تونست جهنمی بسازه که همه رو کرد توش. در واقع اجازه نداد کسی در واقع بیرون بخواد بمونه، چرا که مزد گناه موته. کلام خدا میگه مزد گناه موته. اما برای اولین بار خفتی رو، حقارتی رو تجربه کرد که در تمام خلقتی که رو زمین بود، تمام دورانی که رو زمین بود، این خفت رو تجربه نکرده بود. و به همین دلیل روز عیسی مسیح، روز یکشنبه، روز رستاخیز، روز خفت شیطانه، روز شکست شیطانه، روز رسوایی شیطانه، روز حقارتشه که تو هیچی نیستی. حالا ما که در عیسی مسیح با او رستاخیز شدیم، با او در جایگاه آسمانی نشستیم، ما باید همین کار کنیم. تو هیچ حقی بر من نداری، تو هیچ قدرتی بر من نداری،
چرا که منم مثل عیسی میتونم بیستم چشم تو چشم تو بخوام به تو بگم در عدالت عیسی من ایستادم. من نه، قبل از عیسی تو بر من ادعا داشتی اما الان هیچ قدرتی نداری، چون که عدالت عیسی، کاملیت عیسی، قدوسیت عیسی رو منه، تازه روح خدا بر من است. به نام عیسی مسیح دور شو از من. بعد بیسی و برای این ایمانت دفاع کنی و یاد بگیری که به عنوان مسیحی حقیر نباشی. تو در جایگاه آسمانی نشستی، جایگاه آسمانی یا جایگاه اقتدار. باور کنم ما به عنوان دختر و پسران خدا و شاهزادگان در جایگاه آسمانی نشستم، پس از اونجا حکم میرانم، از بالا حکم میرانم. پس به نام عیسی مسیح شیطان از زندگی دور شو. تو حقی نداری به زندگی من، نه از این که در واقع خودم زیر دست پای شیطان بخوام لگد بخورم. برخیز و بلند شو و اجازه نده به نام عیسی مسیح بخواد تو رو حقیر کنه، چون که حقارت تو حقارت عیسی خواهد بود. پس به نام عیسی مسیح به خاطر حرمت نام پسر خدا عیسی مسیح بلند شو و بکوب بر قدرت تاریکی رو. اجازه نده تو رو مسخره کنه، چون که خودش نتونست عیسی رو مسخره کنه، سرش کوبیده شد، داره میاد از طریق حقارت تو که در واقع میخواد بگی بله پسر خدا رستاخیز کرد اما تو باش رستاخیز نکردی. به نام عیسی مسیح این دروغ تو رو باطل میکنم، چرا که من با عیسی رستاخیز کردم. هللویا. و در جایگاه آسمانی نشستم. پس به همین دلیل من متعلق به تو نیستم، نه من، نه زندگی من، نسل بعد از من مال تو نیستن. به نام عیسی مسیح قدرت تاریکی تو زندگی من هیچ حقی نداری، تو بر من هیچ حقی نداری، حتی بر جسد من هیچ حقی نداری، بر زندگی آینده من، ایمان من، بر بیزنس من، بر خدمت من تو هیچ حقی نداری، بر خانواده من هیچ حقی نداری، بر نسل بعد از من هیچ حقی نداری. به نام عیسی مسیح از زندگی من دور شو. تو رو ممنوع میکنم که بخوای حول و حوش زندگی من، کار من، محیط من، تحصیل من، آینده من بخوای زندگی کنی. از سر را من دور شو به نام عیسی مسیح. همونطوری که عیسی به پتروس گفت شیطان از من دور شو، از سر را من برو کنار، امروز به نام عیسی مسیح هر کدوم از ما باید در واقع به هر فکری، هر زبانی، هر ایده‌ای در فکرت که جلوی اراده خدا رو داره میگیره بگی از زندگی من دور شو. هر چیزی که خلاف معرفت خدا قد علم کرده به نام عیسی مسیح دژها رو فرو بریز. هللویا. این اون چیزیه که خداوند امروز میخواد من و تو در رستاخیز عیسی داشته باشیم، چرا که عدالت عیسی در منه، قدوسیت عیسی در منه، کاملیت عیسی در منه، او نیابت من شد، من در عیسی کاملم، در عیسی مقدسم، در عیسی پذیرفته شدم، در عیسی نجات دارم. پس به نام عیسی مسیح تو هیچ حقی بر من نداری، چرا که خداوند من سر تو رو نه فقط رو صلیب کوبی، تمام قدرت تو رو در حاویه خالی کرد. برای اونهایی که زنده بودن سر شیطان کوبیده شد، سند محکومیت ما نه فقط برداشته شد، بلکه برای اونهایی که قبلا مرده بودن یا بعدا در واقع میخوان بمیرن سند محکومیت پاره شده است و حاویه از آن خداوند خواهد بود، چرا که در واقع اونهایی که مال عیسی هستن از دنیای مردگان بیرون خواهند اومد، متعلق به دنیای مردگان نیستن. من و تو متعلق به دنیای مردگان نیستیم. قبول نکن که زندگی من تباه شده، زندگی من مرده، برای هیچ امیدی نیست، برای جسم من، برای جان من، برای آینده من، برای کار من، برای وضعیت من همه چی مرده. نه، مرگ مال من و تو نیست. من و تو در مسیح زنده هستیم، ما زنده هستیم. ما وقتی میگیم ما راجع به جسم صحبت نمیکنه، ما روح ماست، روح ما نمیمیره، روح ما در ابدیت زندگی میکنه، روح ما تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. من و تو با خدا خواهیم زندگی کرد. پس به نام عیسی مسیح اجازه نده خود شیطان بخواد زندگی زمینی تو رو بزنه، زندگی خانوادگی تو رو بزنه. بیف و دفاع کن، چون که یاد بگیری باختن رو تمام زندگی تو میبازی. دوز نمیاد من که بکشه، بدوز اهلا کنه و نابود کنه، همون کاری سر تو دمه که سر آدم اول در آورد، اما به نام عیسی مسیح سرشو بکوب و قدرتشو باطل کن. آمین. اجازه نده که در زندگی تو دخالت کنه با افکار بیخود. وقتی ما بیستیم در مقابل قدرت‌های تاریکی و میگیم به نام عیسی، تمام گذشته شیطان یادش میاد. یه چیز رو به شما بگم که شیطان معمولاً فقط با گذشته ما کار داره. اگه دقت کنی دائم به گذشته تو فکر میکنه، تو رو به گذشتت وامی داره. گذشته چی شد؟ چی بر سرت اومد؟ تو چی کار کردی؟ چی گفتی؟ چی شنیدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ دائم تو گذشته، دائم تو گذشته، دائم تو گذشته. چرا؟ چون که شیطان میدونه آینده ما در مسیح امنه، تضمین شده است. پس چه کار میکنه؟ تمام سعیش اینه که در واقع ما رو از گذشته ببنده، ما رو از گذشته در واقع اسارت بکشه. اما الان میخوام به شما بگم چه اتفاقی میفته وقتی در واقع میسی در مقابل شیطان. تو دو تا کار میکنی. وقتی گذشتهشو به یادش میاری، گذشته 2000 سال پیشش، خوب گوش کن. یک بار پدر من در آسمان
به واسطه فرشتگان تو رو شکست داد. یک بار پسر خدا 2000 سال پیش تو رو شکست داد. پس خوب گوش کن، شکست خورده ای ضعیف و حقیر. همون چیزهایی که دائم به تو میگه تو هیچی نیستی، تو هیچی نیستی. دهنتو ببند، خوب گوش کن، دهنتو ببند. اجازه بهت نمیدم. تمام زندگیم 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال حرف زدی، دهنتو ببند. به نام عیسی مسیح از امروز من حرف میزنم. من فرزند خدام، به خون مسیح خریده شدم. من لایق هستم به واسطه خون عیسی. من پادشاه هستم. من به عنوان شخص مقتدر هستم. من در جایگاه آسمانی نشستم. من فرمانده آن هستم. من خادم خدا هستم. من خوانده شدم که زندگی موفق داشته باشم. خوانده شدم که من و نسل بعد از من در برکت باشم. من برکت هزار نسل برای نسل بعد از خودم خواهم بود. و به نام عیسی مسیح خوب گوش کن، تو اجازه نمیدم. من برای خدا به دنیا اومدم، مهم نیست برام دیگران چی میخوان صحبت کنم. آنچه که من از خودم میبینم اون چیزی که خدا از من داره میبینه. هاللویا. پس اجازه نده که دهنشو باز کنه. دهنشو باز کنه، ببندش. مشکل ما این اکثرا اجازه میدیم که شیطان وراجی کنه. عاشق وراجیه. یکی آدمای وراج دهنشون ببندید، یا وراجی که مینویسن، یا وراجی که حرف میزنن. یکی دهن شیطان که وراجی میکنه رو ببندید. اجازه ندید که حرف بزنه، چون کلام قدرت داره. و اجازه بدید که از قدرت عظیم زورآور خداوند در خودتون نیرو گرفته و زندگی بکنید. آمین. مسیح قربانی گناه ما شد تا ما مجبور نباشیم قربانی گناهانمون بشیم. میخوام وقتی دعا میکنی درباره قدرت رستاخیز فکر کنی. تو جنگ‌های روحانی با قدرت عیسی رستاخیز شده، با قدرت عیسی که در گور قدرت تو رو شکست، در دنیای مردگان اومد. میدونی یعنی چی؟ شیطان زمانی که در باغ عدن بود، عدن مکان خدا بود، جلال خدا بود، باغ پادشاهی خدا بود، و آدم و حوا به عنوان ساکنین این باغ در اونجا در پادشاهی خدا زندگی میکردن. همه چیز آروم بود. شیطان مال باغ نبود، مال بیابان بود. از حیوانات بیابان بود، وارد باغ شد، وارد زمین خدا شد و آدم رو در زمین خدا زد. و انگار کسی که بره تو زمین نفع به نفع گل بزنه. عیسی مسیح اومد روی زمین، رفت در بیابان، در اون بیابان تو زمین شیطان رفت. مثل فوتبال که یه بار تو زمین اون بازی میکنه، یه بار انگار تو زمین اینه. الان عیسی مسیح اومد رفت روی زمین اون، در اون 40 روز یک بار اونجا اونو زدش و بعد روی صلیب سرش زد و بعد رفت توی عمق زمینش، رفت در مکانی که در واقع تو دروازه جهنم، و اونجا تمام دروازه رو فرو ریخت. هللویا. این قدرت عیسی مسیحه، قدرتی که من و شما رو، هللویا، قوت میده، امید میده که در روزهای سخت زندگیمون، در روزهای جنگهای روحانی بتونیم دوام بیاریم. به همین دلیل تو قلبم بود که درباره رستاخیز عیسی از بعد شکست دنیای روحانی در قبر، در هاویه، میگه این نیش مرگ و موت رو شکست، قبر و قدرتش شکست. پس به خاطر همین امروز من و تو به عنوان فرزندان خداوند حواسمون باشه. شیطان عقده داره، تمام عقدهش با تو. میدونی چیه؟ خداوند ما که سرش زد، شیطان که قدرت شکست، تو جهنم که رفت تو زمینش هم زایش کرد، تمام سند محکومیت ما رو هم پاره کرد. اتفاقی که میفته فقط دردش، میدونی از این چیه؟ فقط نجات ما نیست، فقط این نیست که میگه چرا شما را برداشت برد در دست راست گذاشت. تمام حسادتش روی اینه، تمام حسادت و درد شیطان که عقده شده رو دلش نشسته که چرا تو رو برداشته برده در جایگاه آسمانی نشانده. اینجا جای من بود، من رو زد زمین، بردم تو هاویه، الان از که من یه خالیم کرد، یان به خودم اومدم دیدم سوراخ سوراخ شدم، گل خوردم، معلوم نیست کجا گلا رو خوردم، دیدم که هیچی، کل زمین، همه چی رو باختم. شیطان یه باخته است، شیطان یه شکست خورده است، شیطان یه ضعیف شده است. پس بزرگش نمیخوایم بکنیم، بلکه از قدرت عظیم زورآور خدا میخوایم استفاده کنیم.
همون روحی که عیسی را از مردگان برخیزانید، او ما را امروز این اطمینان میده که ما در مسیح فرزندان، پادشاهان و افراد مقتدر هستیم. آمین. پس به همین دلیل خوب گوش کن. میخوام یکم راجع به قربانی صحبت کنم که تو زندگی های ما یکی از مفاهیم قربانی در عهد عتیق 5 تا قربانی وجود داشت که این 5 تا قربانی نمیخوام راجعش بشم، اما راجع به یه قربانی میخوام صحبت کنم که بهش میگن قربانی سلامتی، قربانی شالوم. و این قربانی شالوم چیه و برای چی در واقع استفاده میشد و پیغامش چیه؟ واژه قربانی در از ریشه کلمه قراب میاد که به معنی میل به نزدیکی، و خود کلمه قربانی را میگن قربان، که در واقع زمانی داره صحبت میکنه که شخص میل به یه رابطه داره، اما رابطه‌ای که در واقع شکسته شده و برای اینکه رابطه شکسته برطرف بشه باید قربانی داده میشد. پس اولین چیزی که در واقع شخص میخواد رابطه‌شو برقرار کنه. تو خانواده ها شیطان از این میترسه، چرا اینها رفتن جای منو گرفتن؟ زندگیشونو میزنم که نتونن اون جایگاه رو داشته باشن. مشکل سر جایگاهه. جایگاه یعنی پوزیشن. پوزیشن یعنی اقتدار. اقتدار یعنی که من اتوریتی دارم. یعنی من از اونجا فقط ننشستم اونجا. من که دربون اونجا نیستم. من جایگاه دارم اونجا. من هویت دارم. من ارزش دارم. من مقام دارم. برای من شخص در واقع دکور صحنه آسمانی که من نیستم، که گذاشتنم اونجا باهارم باید دکور گذاشتم، مانکن که نذاشتن اونجا. من شخص مقتدری هستم. خدا از موزه آسمان داره در واقع به من نگاه میکنه، منم از موزه آسمان به خودم نگاه کنم و به همه چی نگاه کنم. و شیطان داره حسادت میکنه، به همین دلیل میاد رابطه ها رو میزنه، روابطهای ما رو میزنه که رابطه ما رو به پدر، رابطه ما رو با روح القدس، رابطه ما رو با عیسی بزنه. همه اینا یه طرف، چون که شاید نتونه آینده ما رو در مسیح، نجات ما رو بدزده، اما اقتدار ما رو داره میدزده. اینکه تو دعا بکنی و یه اتفاق بیفته جرأت نمیکنی. چرا؟ دائم دلت تلخه، دلت پر درده، روابط ها کسی نمیخواد سهمش رو قبول کنه، همش دائم تو جنگ و جدال، زن با مرد، مرد با زن، با بچه، دائم و دائم و دائم. چه دردتونه؟ چتونه؟ چرا نمیخواد قبول کنی که بابا من به عنوان یه شخص مقتدر باید حواسم باشه، جنگ من با انسان ها نیست، جنگ من با شوهرم و زنم نیست، یه قدرت تاریکی بر ضد من ایستاده. برای چی؟ مگه من چه کارم؟ یه شخص میگه برای من، حالا مگه ما چه کاره ایم؟ گفتم اینطوری که تو داری میگه هیچی، اما اگه کلام نگاه کنی همه چی. شیطان وقتش با آدم هیچی نمیگذرونه، حتما یه چیزی هست که در واقع میگه دوز نمیآید مگر اینکه یه چیزی با ارزشی پیدا بکنه. اگه زندگی تو داره میزنه، تو زندگی تو یه چیزی با ارزشی وجود داره. اگه همسرت داره میزنه، پس همسرت یه چیزی با ارزشه. بچه‌ت داره میزنه، بچه‌ت یه چیزی با ارزشه. اون وقتشو برای چیزای بی ارزش نمیذاره. دوز به کادو نمیزنه. این دوز خیلی حرفه‌ایه، خوب میفهمه داره چیکار میکنه. پس حواستون باشه که داره چیکار میکنید. به شیطان مجال ندید. و این قربانی سلامتی کارش چی بود؟ این قربانی کارش برای صلح بود. وقتی دو نفر با هم رابطهشون میشکستن، میرفت یه قربانی میداد و بعد از قربانی میرفت پیش اون شخص و میگفت که راستش من عذرخواهی میکنم به خاطر این چیز. ثمره صداقتم هم اینه که یه قربانی دادم و اومدم اینجا. بعضی مواقع هم افراد میرفتن صلح میکردن، بعد میرفتن قربانی میدادن و برمیگشتن میگفتن خب اوکی، حالا بیا با این قربانی با هم آشتی کنیم. حالا مثلا اگه گوسفندی میکشتن، میومدن با هم مینشستن، کباب میکردن و میخوردن. دلتون نگیره الان، خب حواس نکنه. پس اتفاقی که میافتاد به این میگفتن سفره شادمانی، سفره برکت، سفره در واقع شالوم، که در واقع یک رابطه دوباره با هم صلح میکرد. به واسطه چی؟ به واسطه یک قربانی. و عیسی مسیح قربانی ماست. اما اتفاقی که افتاده اینه، عیسی برای وصل اومده، اما سوال اینه که چی باعث شد که جدایی به وجود بیاد؟ قلب شکسته، جدایی، بی‌اعتمادی، ناامیدی، طلاق، چی باعث شده؟ حاویه، جهنم، نقشه‌های شیطان. عیسی با قربانیش سر این حاویه رو زد و الان اومده تو رو با همسرت، با خانوادت، با بچهات، با روابطی که از خدا بوده تو رو وصل کنه. و تو هم یاد بگیر، یاد بگیر تو هم قربانی بده.
و در واقع قرابه یعنی میل به نزدیکی، میل دارم که برم دوباره آشتی بکنم. برای این آشتی اگه هیچی نداری، خون عیسی، برو بگو به خاطر خون عیسی منو ببخش، من اشتباه کردم، من خطا کردم، معذرت میخوام، منو ببخش، عذرخواهی کن. دیدید بعضی موقع یه شخص یه دسته گل میگیره میرفت میگفت منو ببخش، یه شیرینی میگیره میره میگه منو ببخش. در واقع عملا انگار نقشه قربانی رو انجام میده، داره اعلام میکنه که این چیزی که در دست منه داره نشون میده که من میل دارم دوباره برگردم سر جایگاهم، برگردم در واقع با تو آشتی کنم. و بعضی مواقع میگیم خب طرف که نمیاد عذرخواهی کنه که ما بخوام بپذیرمش، ما هم باید قدم برداریم. کلام خدا میگه اون که محبت بیشتر داره قدم اول برمیده، اون که محبت بیشتر داره گناهان بیشتر رو میپوشونه. اگه همسرت خطایی بیشتر کرده، محبت تو بیشتره، خطاهای بیشتر اون رو بپوشونه. بعضی مواقع ما میگیم آدم با محبتی هستیم، همسرمون رو همراهمون داره اذیت میکنه، تو که محبتت بیشتره گناهان بیشتری میتونی بپوشونی. چقدر؟ همیشه به همون اندازه‌ای که انتظار داری خدا تو رو ببخشه. یه شخصی میگه برادر چقدر ببخشم؟ گفتم به همون اندازه‌ای که انتظار داری خدا تو رو ببخشه. پس هیچی دیگه، عملا این چی که شما داری میگی یعنی که من باید ببخشم دیگه. گفتم انتخاب دیگه نداری. خب اگه دوباره انجام داد؟ گفتم خب دوباره ببخشش، اما کمکش کن که نکنه، شاید اسیره، شاید جنگ روشه. او جنگ که نگو اصلا دیو داره. گفتم پس دیگه اصلا دیگه هیچی. پس چیزی که داره اتفاق میفته، اونی که در واقع داره بر ضد روی شوهر تو بر ضد تو میجنگه، روی زن تو بر ضد تو میجنگه، روی بچه تو بر ضد تو میجنگه، از طریق رئیست بر ضد تو میجنگه، از طریق استاد دانشگاه و مدرسه داره بر ضد تو میجنگه، از طریق سابکارت بر ضد تو داره میجنگه، از طریق مسئول کار اداری بر ضد تو داره میجنگه، از طریق کسایی که صاحب اقتدار بر ضد تو میجنگن. تو با این قدرت‌های تاریکی سر کار داری. چرا؟ آخه اونا با من چه کار دارن؟ میگن که تو نباید در جایگاه آسمانی بشینی. همین تمام عقده سر همینه، سر این اقتدار. پس حواستون باشه که به نام عیسی مسیح اجازه ندید قربانیاتون رو بگذرونید. برید با یه عذرخواهی قربانی بدید. معذرت میخوام، عصبانی بودم، یه چیزی گفتم. معذرت میخوام، تو فشار بودم، نمیدونم چرا یه چیزی رو اذیت میکرد. زن مرد عذرخواهی کنید. معمولا خیلی سخته برای مردها، سخته بعضی موقع برای زنها، سخته که در واقع بخوان از همسرهاشون عذرخواهی بکنن. اما عذرخواهی اعترافه، اعتراف قدرت گناه رو میشکنه، قدرت خطا رو میشکنه، دل طرف مقابل نرم میکنه و باعث میشه که شخص در واقع دوباره فرصت تازه بده. اون روحی که عیسی رو از مردگان برخیزانید، امروز این روح میتونه زندگی تو رو برخیزانه. آیا برای زندگی نیش خورده و مارگزیده تو امیدی هست؟ بله. داره میمیره؟ بله. زندگی نابوده دیگه، تمام شد؟ بله. طلاق احساسی گرفته شد؟ بله. همه اینا درست میگی، اما نگاه کن با اون مار برنجی و اون قدرت روح خدا تو رو برمیخیزانه. آمین. این پیغام خداست برای من و تو که امروز به نام مسیح بتونیم در واقع زندگیمون رو با این قوت روح جلو ببریم. اجازه نده مست تو بزنه، اجازه نده اقتدار تو بزنه، اجازه نده قدرت دعا تو، اجازه نده قلب شکسته جلوی دعا رو میگیره. خیلی مواقع دائم به گذشته و گذشته و گذشته و گذشته، گذشته رو ببن. مسیح در انجیل داره، در انجیل لوقا درباره این صحبت میکنه، با این پیغام تمام میکنم، درباره این صحبت میکنه که این میتونم میخوام واقعا امروز رو که روز شبت، روز شالوم، روز رستاخیز، روز صلح خداست، روز شکست قدرت‌های تاریکیه، روز شادی ماست، امروز میخوام به نام عیسی مسیح تا آخر جلسه همسرها از همدیگه عذرخواهی کنن، همدیگه رو برکت بدن، بری کنار همدیگه، دست همدیگه رو بگیری، اگه حرف هم نمیزنی دست رو بندازی گردن همسرت که فقط بهش بگی من میخوام به تو نزدیک بشم. عذرخواهی کن، یه کلمه معذرت میخوام. بذار این قدرت رستاخیز امروز کارش انجام بده. یه بار خداوند سر شیطان کوبید، امروزم تو بکوب. امروزم با یه محبت، با یه قربانی برو سرشو بکوب. یه قربانی عذرخواهی، یه قربانی محبت، یه قربانی کوچیک. حتی بلند شو بگو میخوام امروز میخوام یه چایی میخوام برات درست کنم. میخوام اینو برات آماده کنم. دوست داری با هم یه چی درست کنیم برات بخورم.
محبتتو اعلام کن. نه اون کسی که همیشه تو خونه درست میکنه، بلکه اونی که درست نمیکنه قدم برداره، محبتشو به طرف مقابل نشون بده. مسیح در انجیل داره صحبت میکنه درباره انجیل لوقا باب 10 آیه 30 به بعد، درباره سامری نیکو صحبت میکنه. میخوام چند تا قدم رو بگم و تمام کنم، و این چند تا قدم اینه. میگه شخصی بود که در واقع دزدان و راهزنان زدن، داغونش کردن. این زندگی بعضی از ماست، داغون، تنها، بیکس، توی خونه. بمیری کسی نفهمه چته. همه دورتن، بچه هست، همسر هست، اما انگار نه انگار. زندگی پر از غم، پر از ناله. چه کار میخوای بکنی؟ هیچی. انگار شخصی که راهزنا زدنش. هر کس هم نگاه میکنه انگار نه انگار. همسر نگاه میکنه داره گریه میکنه، هیچی بهت نمیگه. اون میبینه که داری نه غم میکشی، هیچی بهت نمیگه، چون همه میدونن. و جالبه، همیشه هم ما منتظریم که یه فریسی، یه کاهن، یه کسی بیا کمک میکنه، یکی به دادمون برسه. اما تو خودت میتونی به داد خودت برسی. اگر نشین برای خودت گریه کن، سر قبر خودت بشین گریه کن، به خاطر تنهاییت گریه کن، به خاطر بی محبتی که از این ور میبینی گریه کن. تا اگه محبت از آسمان بگیری، اینقدر دردت نمیگیره. چون از آسمان نمیگیریم و دائم دنبال محبت و گدایی محبت هستیم، دلمون پر از درد میشه. بله، ما باید از همدیگه محبت کنیم، محبت بگیریم، اما وقتی نیست، خواهی بری گدایی کنی؟ از کجا میخوای بگیری؟ برو از آسمان بگیر. از آسمان سیر بشو. حداقل اون موقع دیگه قور نمیزنی چرا محبت هم نمیکنی. خوب اگه بکنه، اما حداقل دیگه حسرت نمیکشی، لهله نمیزنی، خطا نمیکنی، چون سیری. میگه وقتی عیسی رو دید نزدیک شد، دلش به حال او سوخت. میخوام همسرت نگاه کنی که انگار شیطان زدتش و در با داغون افتاده، دلت به حالش بسوزه. نه با روی ترحم، فقط همراه تو بوده، بچه تو. حتی با من پدر مادر به بچه ها نگاه بکنید، دلت بسوزه. اتفاقی که میفته، میگه که بر زخمهای او شراب ریخت. شراب سمبل خون عیسی، یعنی قربانی، یعنی گناهان رو ببخش، خطاهاش رو ببخش، به خون عیسی که تو رو بخشیده تو هم ببخش. عیسی که رو صلیب بهایش رو داد، ببخش. اون نیش مار او رو زده، با خون ببخشش. شیطان داره نابودش میکنه، غرور داره، نمیفهمه داره با زندگیش چیکار میکنه، ببخشش. چون اگه نبخشیش، خودت با لگد داری میندازیش تو جهنم، میندازیش تو بغل شیطان. نکن، یاد نگیر باختنا. امروز همسرتو میدوزه، بعد بچه‌تو میدوزه، بعد میاد ایمانتو میدوزه، بعد جونتو میدوزه. تفلک نکن، باختن رو یاد نگیر، به شیطان آتو نده، نذار به غروب آفتاب بکشه. این همه کلام داره میگه نگذار، تمامش کن امروز. امروز فروتن بشو، چیزی از دست نمیدی، تلاش رو بکن. خدا تو رو مست میکنه، اون قوت حیات روح رستاخیز عیسی به تو قوت میده که تو از این زندگیه که داره به زندگی به مرگ میرسه رهایی پیدا کنی. و بعد از اینکه شراب رو ریخت، میگه روغن ریخ، اجازه بده روی این خون روغن بیاد، روغن روح خدا، پری روح، روح خدا بیا، محبت خدا بیا، روح مکاشفه بیا، روح حیات بیا، روح فهم بیا، روح حکمت بیا، روح دلیری بیا، روح آرامی بیا، روح مشورت بیا. تمام آنچه که روح خداست در این روغن، روح خدا بیا، مس خدا بیا روی تو. وقتی میبخشی، اجازه میده که دعا که میکنی روح خدا همسرتو ملزم کنه، به روش کار بکنه، چه برای خودت چه برای این، هر دو، این پیغام برای هر دو، چه برای خودت. شراب رو بریز، خون عیسی رو بریز، خداوند گناه من رو ببخش، و بعد دعا کن خداوند روغن تو بر زخم هام بریز. کاری که روح القدس کرد، عیسی که رستاخیز کرد، و بعد از رستاخیز ما میبینیم که تمام زخم های خیانت عیسی، همه چی پوشیده شده است. فقط اجازه دو تا زخم بمونه، اونم زخم دست ها و پاها. برای چی؟ یادآور صلیب. ممکنه خدا اجازه بده دو تا چیز در زندگی تو باقی بمونه، اونم دو تا زخم های دست و پای تو، یا زخمی که در واقع خیلی واضح است،
اما وقتی روح خدا میاد این زخم‌ها رو التیام میده. علامتش هست اما زخمی نیست، جاش هست اما التیام یافته، شفا یافته. و خدا میخواد که این شفا در زندگی تو جاری بشه. برای اینکه شفا جاری بشه پشت این روغن، کلام خدا میگه و او را بست، یعنی پرونده ها را ببند. ببند پرونده گذشته رو، وقتی باز میکنی رک بهت بگم، ناراحت نشید، رک میگم. دقیقا همسو با شیطان داری کار میکنی، چون کلن پرونده گذشته کار شیطانه، بایگانیش دست اونه. خدا که بایگانی نداره، کلام خدا میگه خدا بایگانی نداره، هیچی نداره. میگه گناه تو در واقع تا پای بخشیده میشه به دریا میندازه، اصلا جمع نمیکنه، اصلا آرشیو نمیکنه. میگه گناه تو به پشت سرش میندازه. میدونی یعنی چی پشت سر؟ خدا که سر نداره، سمبولیک صحبت میکنه، این گناه تو، اینم سر. هر جا میچرخه خدا چیزی رو نمیبینه، یعنی چیز جلوش نیست. خدا بایگانی نداره. چرا تو بایگانی داری؟ ولی شیطان بایگانی داره. یعنی اگر نگاه بکنی که چقدر این بایگانیش بزرگه و کسی که دائم بایگانی میکنه شیطان بد جوری بهش میزنه. بایگانی تو خالی کن، همه رو بریز زیر زمین، آشغالا، تمام پرونده‌های قدیمی و گذشته رو بریز بیرون، تمیزش کن، پنجره رو باز کن، تمیز کن، یه هوای تازه بیاد، روح خدا بیاد. پرونده یعنی چی؟ که چی بشی؟ پرونده به دردت میخوره، هی میشینی حسد میخوری، بدبخت، به پای خودت میشینی، در واقع به خودت میگی بدبخت و گریه میکنی. برای چی؟ خالی کن پرونده رو، بریز دو، ببندش، تمام، تمام، از نو. اگه دوباره کرد باشه، از نو. الان اینا بریز دریا، اینا رو بریز پای سرت، نگران فردا نباش. خدا بهت حکمت بده، روح خدا رو حکمت بده، یاد بده که چیکار، کمکش کن که اونم خطا نکنه، که تو عذاب بکشی، تو هم عوض بشی که اینقدر عذاب نکشی. آدم ها رو که نمیشه عوض کرد، اما خودت که میتونی عوض بشی. با راحت بهت بگیم اگر زندگیت راضی نیستی، تو هر زندگی بری راضی نخواهی بود، چون مشکل تو همراه تو نیست و شرایط تو نیست، مشکل تو اینه که شیطان داره تو رو میزنه، هر جا بری میاد دنبال. اگه عوض نشی، تکلیفشو امروز حل نکنی، امروز تکلیفشو معلوم نکنی، هر چی که بری میاد دنبالت. ولی اگه تکلیفشو معلوم کنی، تو هیچ حقی بر من نداری، با خانواده بی خانواده، تنها، پیر، جوان، هر چی باشم، تو هیچ حقی بر من نداری، من مال عیسی هستم. اون موقع هر جا که بری زندگی برای تو معنی دیگه خواهد داشت. وگرنه فکر نکن شرایطت عوض کنی، همه چی عوض میشه. باید تو عوض بشی. باشه که به نام مسیح، اون قدرتی که عیسی رو از مردگان برخیزانید، امروز در من و تو، ما رو در جایگاه آسمانی نشانده و از بالا میتونیم حکم برانیم. تمام جنگ ها سر اقتداره، سر جایگاه تو. اجازه نده آنچه که عیسی با مرگش و با رستاخیزش روی صلیب ماهی کرد بخواد شیطان از تو بدوسته. هللویا، شکر برای خداوند، شکر برای این روزی که در واقع داریم کار عظیم عیسی رو، کار مقتدرانه عیسی رو، اون قدرتی که دارم وقتی نعره میزد، نعره میزد، وقتی حاویه خالی شد نعره میزد، وقتی یه نفر یان دید که یه بیگناه اومده اینجا کلید ازش گرفت نعره میزد، وقتی فهمید چه غلطی کرده این پسر خدا رو معصوب کرد نعره میزد. و این عقده 10 برابر بیشتر شده. به همین دلیل جنگ‌های روحانی زیادتره، به همین دلیل فرزندان خدا رو دعای میزنه. چرا؟ زورش به خدا نمیرسه، دعای میخواد فرزندان خدا رو بزنه، اما نه فرزندان ضعیف، فرزندان مقتدر، بلکه فرزندان ضعیف. فرزندان مقتدر پسش برمیان، اما فرزندان ضعیف دعای میزنه. به نام عیسی مسیح، ما در مسیح چیزی به نام ضعف نداریم، من در مسیح قوت انجام هر کاری دارم. آمین. اونی که در من و تو قوتش بالاتر از اونی که در دنیاست. تو ضعیف نیستی، ضعیف گوید قوی هستن، این از قول یهوه. هللویا. میخوام با هم دعا بکنیم و پرستش بکنیم و در حضور این خداوند که شایسته جلال، شایسته تمجید، شایسته شکوه، شایسته هیبت، شایسته حرمته، او رو پرستش بکنیم. میخوایم او رو
جلال بدیم و از اون قوت رستاخیز عیسی استفاده کنیم. باشه به نام مسیح اول خودت بعد توبه کنی بکن، اگر بعد ببخشی ببخش و اجازه بده قوت روح خدا بیاد و پیروزی عیسی در تو عمل کنه. اون موقع وقتی میایستی و فرمان میدی به نام عیسی رستاخیز شده شیطان دور شو، یادش میاد تو رستاخیز چی شده. شیطان فقط گذشته تو رو به یاد میاره، اما نه تو فقط گذشتهشو و نه فقط آیندهشو، بگو امروزم یه کاری میکنم که این روزم برای تو روز تلخی باشه به نام عیسی مسیح. آمین آمین هللویا. میخوام با هم پرستش کنیم در حضور این خداوند و او را که شایسته حرمت جلال و تکریمه پرستش کنیم. هللویا و قلب من مکان پرستش تو خواهد بود به نام عیسی مسیح. خداوندا با حضور تو خداوندا و با جلال تو زانو زده خداوندا و هر چیزی رو، هر روح ناآرامی، هر روح تلخی رو به قدرت نام عیسی مسیح میشکنم و اعلام میکنم که زانوهای من خداوندا در مقابل تو خم شده. تو رو بلند میکنم، تو رو جلال میدم. ببخش هر جا تو رو بی حرمت کردم. اکنون زمانیه که خداوندا تو رو یک بار دیگه در قلبم، در زبانم، در وجودم خداوند با جسم و جانم خداوند را پرستش بکنم. خداوند را به نام عیسی مسیح میخوام اون روح پرستش در من، خداوند اون پرستش های درون من را همچون بخوری به حضور تو بلند کنه. در پرستش ها من را آزاد کن، در پرستش ها من را ملاقات کن، در پرستش ها من را تبدیل کن، در پرستش ها زخم های من را التیام بده. اون خارهایی که در قلب و وجود و پشت من است با نام مسیح بردار خداوند، که تو را خداوند با قلبی آرام و شکرگزار پرستش کنم.
قلب‌های زخمی رو شفا کن، این قلب‌های ناتوان رو، این دست‌های سست و پاهای لرزان رو قوت بده، این نیه خم شده رو خداوند، این فتیله نیم سوز رو خداوند احیا کن. ای روح قوت خدا، روح حیات خدا، بلند کن، بلند کن، بلند کن، پرشو به نام عیسی مسیح، پرشو از قوت خدا، پرشو از قوت حیات خدا به نام عیسی مسیح، هللویا، پرشو را لبیسو از جلال و حضور خدا به نام عیسی مسیح، هللویا، آزاد شو، هر چیزی که تو رو بسته و دل تو رو به درد میاره آزاد شو به قدرت نام عیسی مسیح، هر فکری که میگه نمیشه به قدرت نام عیسی میبندمش، آزاد شو به قدرت نام عیسی، هللویا. تو قوم خدا هستی، تو عزیز خدا هستی، تو محبوب خدا هستی، اجازه نده چنین با ضعف به تو شیطان نگاه کنه، به نام عیسی آزاد شو ای خداوند، هللویا. خداوند شرابتو بریز بر او، شرابتو بریز خداوند بر عزیزان، شرابتو بریز الان خداوند، با عشق داره خداوند دعا میکنه و پرستش میکنه، حتی با قلبش خداوند داره، خداوند در درونش گریه میکنه، شرابتو بریز ای خداوند، شرابتو بریز، شراب بخشش، شراب پاک شدن، شراب خداوند شفاتو بریز و بر او روغنتو بریز خداوند، پر کن، پر کن، پر کن، پر کن، پر کن، پر کن، لبریز، 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 هللویا، پر، 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 فول به نام عیسی مسیح، هللویا، رابا سکارا باشی به نام عیسی، آزاد شو، آزاد شو، هللویا، خدا پرونده های تو رو داره جمع میکنه، داره میبنده، هللویا، به نام عیسی مسیح، اون روح قدوس خدا و اون روح حیات، اون روح قوت، اون روحی که عیسی رو برخیزانید، امروز تو رو برمیخیزانه، بر مزبله نشین، بر فقر و بدبختی نشین، بر ناله و گریه و غم نشین، به نام عیسی برخیزانی شو و از موضع اقتدار به زندگی نگاه کن و فرمان بده و شرایط زندگی تو با قوت روح عوض کن، تو میتونی، تو میتونی، تو میتونی، قوت انجام هر چیزی رو داری، نگو ضعیفم، بگو قوی هستم در خداوند، چرا که قوت رستاخیز امروز بر تو بریزه به نام عیسی، بریز خداوند، بریز خداوند، بریز، هللویا، بریزه خداوند، شکر خداوند، دستانم رو بر می افرازم خداوند، در حضور تو بلند می کنم خداوند، خداوند، از دستهای من، دعاهای من بر روی زانوهام خداوند، وقتی نیستم قوت تو بریز، هللویا خداوند، دستانم را دستت برافرازم، در حضور تو من پیروزی میابم، اعلام کن، من پیروزی میابم، بالاخره من پیروزی میارم، چون که خداوندم پیروزه، سر تو رو کوبیده، تو رو شکست داده، تو حاویه اومد، خفت تو رو گرفت تو حاویه و قدرت تو رو تو حاویه شکست، هللویا، امروز در زندگی من اجازه نمیدم موش بدونی شیطان، چرا که خداوند من، ولی من، حکم من، زنده است عیسی من، مالک من، ادونای من، او حاکم زندگی منه، ما در توست، امید ما در توست، حکمت ما در توست، امید و آزادی ما در توست خداوند، به نام عیسی مسیح، امروز برای تو و برای زندگیت یه تصمیم جدیدی، یه شروع تازه، حرکتی تازه باشه، شکرگزاری کن، شکرگزاری کن، فقط الان نگران فردا نباشی، میشه
عیسی. شکر شکر هللویا. که پیروزه عیسی مقتدر، عیسی که بر قبر پیروز شد، بر گور پیروز شد، هللویا، بر گناه و لعنت پیروز شد. میکنیم که روی صلیب همه چی رو تموم کردی و امروز برای ما همه چیز تازه است. هر روز یه شروع تازه، هر صبح که از خواب بیدار میشی یه شروع تازه. چیزهای کهنه رو فراموش کن. بیرون اون در دستهاش حیات و برکت داره. تمام شد نصیب خواست از مردگان همیان به ای ایسا با مرگر برخیزانیده بشو در جایگاه آسمانی.
تمام شد، تمام شد، تمام شد. هللویا، هللویا. میخوام با قوت بیسیم، اعلام کن از قدرت نام عیسی که رفت دنیای مردگان رو خالی کرد. تو مال دنیای مردگان نیستی، تو مال دنیای زندگان در عیسی مسیح هستی. هللویا، هللویا. به نام عیسی مسیح هر لعنتی، هر اسارتی، هر بیماری، هر بغض کینه‌ای به نام عیسی مسیح شکسته بشه، پاره بشه در نام عیسی مسیح. هللویا. میخوام به زندگی اعلام کنی، به زندگی و شرایطی که درش هستی اعلام کن به نام عیسی. روح غم و افسردگی به نام عیسی، روح بیماری و ناامیدی به نام عیسی، روح عدم تفاهم و تناقض به نام عیسی، روح خیانت، روح درد و غم به نام عیسی، روح تشنج و دعوا به نام عیسی، روح خشم و بغض و کینه به نام عیسی، روح بی‌تفاوتی به نام عیسی. هر زنجیری پاره شود، هر لعنتی شکسته بشه، هر بیماری شفا بیابه به نام عیسی مسیح. عیسی که سر شیطان رو کوبید، عیسی که لعنت‌ها رو همونطور رو مار بر سری برداشت، عیسی که رفت خالی کرد اونجا رو، عیسی که امروز مقتدر به قوت روح خدا برخیزانیده شده، امروز این عیسی من را در جایگاه آسمانی نشانده. پس من به عنوان شخص اسیر در آسمان ننشستم، به عنوان شخص بدبخت ننشستم. من دختر خدا، من پسر خدا، من فرزند خدام، من پادشاهان مالکین در خداوند هستم. هللویا، اعلام کن. هللویا، پاره شود هر بی اعتمادی، هر رنج، هر بیماری قدرت شکسته بشه، هر سوء تفاهم قدرت شکسته بشه، هر زخمی شفا بیابه. اعلام کن، این قدرت داره، این نامی که داری اعلام میکنی قدرت داره. هللویا، داری حال شیطان میگیری، داری قدرتش رو میشکنی، داری یادآوری میکنی که اون کیه. تو میفهمی عیسی کیه. عیسی برای تو یه نام نیست، عیسی برای تو هویته، عیسی برای تو همه چیزه، عیسی برای تو عدالته، برای تو کاملته، عیسی حکم شفای توه، عیسی نسخه شفا بخش توه، عیسی کلید آزادی توه. هللویا، پس اعلام کن. هللویا، اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متحیر بودند، ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ هللویا، در اینجا نیست بلکه برخواسته. هللویا، هللویا، مسیح بخواست.
شب پله دیدی چه کردی خود بنده هللویا بعد از صلیب خود بنده کارو کامل هللویا حتی توی دنیای مردگان کامل کردی. مسیح عیسی چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که او مسیح خداوند است. هللویا. 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 مسیح برخاست. تو برخیزانیده بشو به نام عیسی مسیح. زندگی تو بلند کن. اجازه نده همچون آدمای ضعیف، همچون آدمای اسیر، همچون آدمای درمانده، اجازه نده که شیطان به تو بخنده. دهنشو به نام عیسی مسیح به ماتم تبدیل کن. روزگارشو به ماتم تبدیل کن. تو دختر خدا و پسر خدا هستی. اجازه نده، کم نیار از موضع اقتدار. بلند شو، افتادی بلند شو، کم آوردی بلند شو. مرد عادل، زن عادل، هفت بار بیفته بلند میشه. نترس، قوت خدا بر توست. بلند شو به نام عیسی مسیح. کم نیار، باور کن. ولی تو، حکم تو، خداوند تو، ادونای تو، عیسی مسیح زنده است. او بر قبر، بر مرگ، بر گناه، بر لعنت پیروز شد، همه را بلعید. پس امروز تو با اقتدار نام عیسی میتونی بایستی و بگی شیطان، زندگی در من به پایان رسید، تمام. به نام عیسی مسیح شروع کن. قوت خدا، مس خدا، حکمت خدا، ما آرامی خدا، همه چیز میاد. فرشتگان خدا تو رو حمایت میکنن و تو رو در این جنگ ها حمایت میکنن. کم نیار، آبروی خودت خدا رو نبر. بیست دست خدا با تو خواهد بود، حمایت خدا با تو خواهد بود. خطا نکن در جنگ ها، پیروزی حتما مال توست. آمین. هللویا. میخوام با هم هدایای قلبی خودمونم به خداوند تقدیم بکنیم. و درسته در واقع جمع نمیشیم، اما خداوند در خانه ماست، کلیسا در خانه ماست، کلیسا در میان ماست. شکر که خداوند این فیض داده مذبح روشن باشه، روشن میمانه تا روزی که همتون جمع بشید. این دوران تمام میشه خیلی زود، خیلی زود قرنطینه تمام میشه خیلی زود، و دوباره در خانه خدا با هم جمع خواهیم شد. آمار رو نگاه نکنید، آمارها هست، همه چیز هست، اما خیلی زود، خیلی زود،
همه چی قرنطینه داستانش تمام میشه، این بیماری بعد یه جور دیگه جمع بشه. اما ما به عنوان فرزندان خداوند رعایت گفتم میکنیم، اما پوشش خون عیسی، امنیت خداوند روی ما خواهد بود و خواهد ما، چون خدا با ما کار داره تو این دوران تاریک، دنیای خالی کار داره، خدا خیلی کار داره. آمین که در این ایام قرنطینه ملاقات زیبا با خدا داشتید، مکاشفات زیبا خداوند داشتید، خودتون رو پیدا کردید، در تقدیس، در تبدیل، در حضور خدا ایستادید. هللویا، که بعد از این ایام خدا تازه کارش با شما شروع خواهد شد. هللویا، میخوام هدایای قلبی خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم و بلند شیم با شادی. هللویا، زنگ‌ها، مردها، زن‌ها، بچه‌ها، پیر جوان، همه با هم فریاد بزنیم هللویا، مسیح ما زنده است. آمین. مژده ای در کمین است، ستاره ها محو شوند، جایی به خورشید دهند. صبح روز قیامت است، مژده ای در کمین است، ستاره ها محو شوند، جایی به خورشید دهند. وارد قبر شد، شک و ترس برطرف شد، ایمان آورد به قیام، مسیح است منجی ما. پتروس وارد قبر شد، شک و ترس برطرف شد، ایمان آورد به قیام، مسیح است منجی ما. خوشبختی ما، آمین، کلید شادی ما، نوید نجات ما، تنها مسیح عیسی. رمز خوشبختی ما، آمین، کلید شادی ما، نوید نجات ما، تنها مسیح عیسی. Yeah.
شایسته جلال در آسمان و زمین. هللویا 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 آمین هللویا. نام او رو برمی‌افزاییم، او رو جلال میدیم. هللویا. رمز خوشبختی ما، کلید شادی ما، رمز نجات ما تنها مسیح عیسی است. هللویا. شکر ای خداوند، شکر، ممنونم ای خداوند. امروز روز رستاخیز، روز سبت، روز شلوم، روز رهایی، روز آزادی، روز پیروزی، روز ننگ شیطان و کوفته شدن از سرش، و روز پیروزی من و تو، روز جایگاه ما در آسمان در نزد خدای پدر در دست راست عیسی. هللویا. میخوام با این آیات شما رو برکت بدم. هللویا. و باشه که به نام مسیح این در قلب ما، در روابط ما، در زندگی های ما به عنوان برکت و یه پیغام قوت باشه. مانند انتخاب شدگان مقدس و محبوب خدا، بیایید لباس رحمت و مهربانی و فروتنی و تحمل و حلم را بپوشید. متحمل یک دیگر بشوید و هم دیگر را ببخشید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز بیامرزید. و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. سلامتی و شالوم خدا را در دلهای خود مسلط بکنید که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و هم شکرگزار باشید. کلام مکشوف مسیح به دولتمندی و فراوانی و به کمال حکمت در دلهای شما ساکن شود. یک دیگر را در تعلیم و نصیحت، مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض دلهای خود را به سوی خداوند بسرایید. آنچه کنید در زبان و در عمل همه را به نام عیسی خداوند و با قلب و دل عیسی انجام بدید. خدای پدر را به واسطه عیسی شکر کنید. این برکتی است برای هر کدوم از ما. شما را برکت میدم به نام عزیز عیسی مسیح. این عید پاک، عید رستاخیز برای شما شروع تازه باشه. به عنوان خانواده کنار هم دیگه بایستید، هم دیگر محبت کنید. همونطوری که گفتم، امروز روزی باشه که تمام چیزها، پرونده ها رو بریزید بیرون، بایگانی ها رو خالی کنید، سر شیطان رو بکوبید، چون شیطان دیگه هیچی از شما نداره. و اجازه بدید خدا یه نفسی تازه، حیاتی تازه، عشقی تازه، لمسی تازه، قوتی تازه، محبتی تازه، اعتمادی تازه در زندگی شما شروع کنه. به نام مسیح باشو گذاری. آمین. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خداوند می‌سپارم. صلح و سلامتی خدا با شما باشد و بماند. آمین.